اندازه بیت کوین هر یه دونه چند تومن میشه؟ با فرض 1 و 250، 1 میلیارد و 250 بابت هر بیت و 100 میلیونی هم که اینجا بابت هر بیت معادل ساتوشی دیدیم، قیمت هر یه دونه ساتوشی می شود 1250 تومان. درسته؟ هزار و دویست و پنجاه تومن. بسیار هم عالی. یعنی دیگه اگر جایی دیدم به هم گفتن که بیا تو این طرح سرمایه گذاری کن یا فلانجا کلیک کن یا بیا این برنامه ها رو دانلود کن فلان و بهمان و بابت هر یه کلیکش یه ساتوشی میدم سالان ماهانه انقدر ساتوشی، یه مقداری باید بهش شک بکنم، با اینکه بارها و بارها به این اشاره کردم من تو روز پیام های بسیار زیادی دارم که فلانجا میگه بیا اتریومت دیپوزیت کن، هر سه هفته یه بار یا ماهی یک بار مثلا بهت سود میده، سودش هم مثلا 15%. یه مثلا همچین چیزی یه مقداری دور از ذهن نیست؟ و یا مثلا بیا فلان کار کن بهت رایگان میدم. پس در نظر داشته باشیم به شما هم از این مراجعات از اینجا به بعد خواهد شد. پس من از این طریق از طریق این لینک فهمیدم که بحث شاخص ترس و طمع چجوری هست و اینطوری برداشت کردم که وقتی مانتش 83 بوده و الان کارنتش 92، یعنی اینکه رفته سمت حرص و طمع، پول اومده توش، بازار داره بی‌محابا خرید انجام میده و هم خوبه هم بده. از این لحاظ خوبه که شما میتونید یه نوسانی بگیری، یه فروشی بزنی با ریسک بالا، وایسی ببینی میتونی یا قسمتی از سرمایه درگیر کنی، ببین چقدر میتونی کجا خالی کنی از این حرفا. یه موضوع دیگه که وجود داره این که این حالا خوبیش بود، بعدیش هم اینه که بازار داره میره به یه سمتی، البته اینا خیلی سریع هم جا به جا میشه، که باید تخلیه ترس بشه یا تخلیه طمع شه، که حالا کسی که اینا رو میدونه یه قدم جلوتره. نکته بعدی سایت مربوط به وضعیت بولیش هم بیریش بودنه. یعنی من میخوام ببینم که توی این بازار، اینو بذارمش اینجا که هرجا بذارم باز سخت بیتی، اصلاح زمانی ترس رو کم نمیکنه. اصلاح زمانی این جریان قورباغه پخته است، همه داستانش رو شنیدین دیگه، یه قورباغه اگه بندازی توی آب جوش سری میپره بیرون، و زمانی که یه قورباغه رو بذاری زیرش روشن کنی، یواش 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 گرم کنی، اون قورباغه اون تو میمونه و پخته میشه، یعنی با شرایط عادت میکنه. ببینید این اتفاقاتی که داره میفته، اصلاحات زمانی، باعث میشه که یه مقداری اینی که وردارن درن از تو بازار این حسه رو کم میکنه. تجربه بورسیشو بگم، شما از اواخر سال گذشته اسمن ما رفت بازار بورس تو این شرایط، یعنی هی چند روز منفی میشد که یه لحظه میترسیدن همه، بعد دوباره مثبتش میکنن، همه چی خوب بود، دوباره همونه که ترسیدن دوباره میادن تو بازار. بعد جریان از اوایل تابستون سال جاری شدت گرفت، یعنی طوری شد که دیگه یکی دو روز نبود، یه هفته بود، 10 روز بود، یا اینکه اگرم منفیاش صفای فروشش برداشته میشد جمع میشد، بازار جونی نداشت برای بالا رفتن. در صورتی که اگر طرف همین سنتیمنت ها، همین شاخص ها توی بازار بورس خودمون هم باشه، که خیلی چیز عجیبی نیست دیگه، شرکت های پردازش اطلاعات مالی یعنی همین کارو باید انجام بدن. اینا دارن به ما سرویس مجانی میده تو این ساعت، بعد یه ساعت حرفه ایشو داره مثلا پول میگیره که حقش هم هست، واقعا بابت همچین دیلی باید پرداخت شه، اما دونستن اینا به ما کمک میکنه که بتونیم بهتر تصمیم بگیری. این طولانی شدن زمانه فقط داره یه مقداری عکس العمل ها رو کنتر میکنه، خوبیش هم اینه که از اون حالت نوسانی اینجوری که هیجانی باشه خارج میشه. توی این نمودار همونطور که میبینید در سمت چپ تصویر شما بیت کوین سنتیمنت رو دارین، اگر صفر باشه یعنی اینکه کاملا بعد بازار ترس حاکمه، اگر یک باشه یا به سمت یک میل بکنه یعنی به حالت گاوی و پربازده خواهد رفت. بر چه اساسی داره این دیتکت میکنه این وضعیت رو؟ میاد میگه بر اساس توییتر، ردیت و بیت کوین تاک، اینا وبسایت ها، فروم های بسیار معتبریه که شما میتونید ازش استفاده کنید، کلی هم اطلاعات به درد بخور توش هست و از اونها استفاده میکنه، هر ساعت، هر روز و هر ساعت داره آپدیت میکنه این دیتاشو، و اینکه میاد اینجا یه ترندی رو برای شما مشخص میکنه،
قیمت رو اینجا همونطور که میبینید الان ترنده برای من مهمه دیگه، رفته بالا، یعنی رسیده به اسکور 0.73 و بعد از اون اومده افت پیدا کرده به عدد چی؟ 0.69. و همونطور که میبینید این عدد یعنی یه مقداری کم شده از حالت گاوی 100 درصده، یه مقداری فاصله گرفته، همون حالت ترسه بود که اون بالا تو این گفتیم چی؟ حالت ترسه، ترس و طمعه بیشتر شده، از 83 رسیده به 92 و حالت گاوی یه سری میان میشینن تبدیل میکنن به تتر دیگه، میان میشینن ببینن چه اتفاقی میفته. همونطور هم که میبینید اینا هر کدوم بیت کوین، مثلا من روی اینو بزنم، این دیتا رو داره حذف میکنه. و در نهایت سنتیمتر اسکور که بهش اضافه شد. حالا این پایین هم همونطور که میبینید، خب همین توییتر و اینا هم گذاشته، من اینو بردارم، این آبیه اینجا هست شد دیگه. میتونید تاثیر این رسانه ها رو ببینید توی حوزه کریپتوکارنسی. توییتر خیلی خیلی تاثیر گذاره و ما اینجا مثلا بیشتر داریم ترک میکنیم با چی؟ با اینستاگرام و اینجور چیزا، ولی نه، این فقط به واسطه اینکه برای ما بازه و هنوز فیلتر نشده داریم از این قابلیتش استفاده میکنیم، وگرنه اصل داستان تو توییتر و محل تخصصیش هم همونجا. داشتم امروز همین عکسی که گرفتم توی کانال تلگرام هم گذاشتم از صفحه توییتر کوین متریک گرفتم که اومده گفته، حالا امروز هم با هم نگاه میکنیم اینو. حالا من یه ذره بیام پایین تر ببینید، اینجا داره میگه من تو توییتر sentiment and topic measured by agent AI، اسم این ابزارشه، یه همچین نموداری رو برای من باز میکنه، من بیام ببینم چیه. میاد در حوزه اخبار منفی میگرده در مورد چیا، چه چیزهایی مثلا تو ناراحت کننده ای وجود داشته، عصبی شده باشن و حالتهای مثلا حالا از لغتهای استفاده کرده باشن که حالت پنیکی داشته باشه توش. بیاین پایین تر، میاد تو حالت مثلا فکر مثبت و گویش و نوشتار مثبت میاد صحبت میکنه، میگه مثلا کلماتی مثل اپتیمیستیک تو این کاتگوری، اپتیمیستیکی باشه، هپی باشه طرف، یا تراستفول باشه نسبت به موضوع. اینها تو حوزه تکنولوژی بحث اوپن سورس و باگ و مثلا گیت هاب و ماینینگ و اسکیلینگ و مثلا این باگ خیلی مهمه. چرا؟ چون اگه یه همچین لغتی توی کلمه ای باشه و اون توییتر مثلا توییتره کسی که داره یادداشت توییتر می نویسه آدم معتبرتری باشه، خیلی سیگنال وحشتناک و خطرناکیه. و از این طریق ببینید تو این تاپیک و این تاپیک رو برده تو دسته‌بندی مخت اداپشن، اومده تو حوزه پرایس دیده، تو مارکتینگ دیگه، مارکت مانیپولیشن که اصلا یکی از عجایب و غرایب دنیاست که بحث پامپ و دامپ خیلی ما با هم صدها بار تو این دوره با هم این لغت رو شنیدیم. و این 93 تا نموداری که این 93 تا شاخصی که شما اینجا میبینید بهتون داره کمک میکنه که بدونین که خودتون برین درگیر کل این شبکه ها بشین که اصلا امکان پذیر نیست. خلاصه شو بیاره کجا؟ بیا تو این 649 هزارم بهتون نمایش بده و بعدم بیا تو این ترندی که اینجا میبینید، این عدد به قول معروف بولیش بودن رفته بالا، بعد یه دفعه اومده پایین و یه دامنه ای رو براش در نظر داشته باشیم. و الان میتونیم بگیم که مثلا بازار اگه نقطه‌ای بهش نگاه نکنیم تو چه وضعیتی قرار داره. و مورد بعدی بحث ایندکس های مربوط به بیت کوین هست، شاخص های احساسی که میتونیم اینجا همونطور که ببینی بگیم بر اساس قیمت و شاخص احساسی به چه صورت به کجاها رسیده. میبینیم وقتی که احساسات داره رشد میکنه در موردش، قیمت هم رشد میکنه، تو حالت نزول هم قیمت نزول
پیدا میکنه و اصلاح میشه. اسکرول کنم بیام پایین، اینجا هم میتونید، این نمودار هم مربوط به سوشیال میدیا منشن ایندکس همونه که هر ببینید تو این تیکه که قیمت زرد رنگه هست حسابی داره رشد میکنه. میبینید که حجم تراکنش های مربوط به این اخبار هم، میزان اخباری که وجود داره تو این حوزه هم یه دفعه رشد کرده. سطحش رو میبینید که چقدر تغییر کرده و پیکی هم که اتفاق افتاده و عملا رشد قیمت بیت کوین از چقدر رو 39,000 میبینید درست کرده توی همین تیکه‌ای که موسما میچرخه هست. در خصوص روش تحلیل محتوا هم این یکی هم براتون لینکشو بذارم. بله خانم غزال، همینطوری که شما میگی، یکی از فاکتورهای مهم همینه دیگه. من بیام نگاه بکنم، یکی اشتباهات رایج، اصلا یکی از داستان روانشناسی معاملات اینه که طرف آدم ها بیشتر میرن دنبال اخبار زر. یه دوستی امروز برای من یه چند تا تحلیل فرستاده و تحلیل تکنیکالش خوب بود، بعد پرسیدم، گفت آره مثلا یه گروه بچه ایرانی هن و دارن کار میکنن و اینا، خب کارشون قشنگ بود و با ارزش، اما فقط و فقط تکنیکال داشت نگاه میکرد. بعد من براش توضیح دادم ببین یه چیزای دیگه غیر تکنیکال وجود داره، با این چیزی که تو داری تو این نقطه میگی به نظر من یه مقدار احتمالش کمه و بیشتر دنبال تایید این بود که میخواست سیو سود کنه بیاد بیرون، که خب به هر حال این چیزا به عهده خود سرمایه گذاره. ولی من گفتم که من شخصا این کارو نمی کنم الان تو این نقطه‌ای که وجود قرار گرفتیم. ببینید الان مثلا XRP رو دیدین که یه اتفاق خوبم براش افتاد، یه مقداری جون گرفته و این حجمی که تا الان مبادله شده 3 برابر حجم معاملات چند وقت اخیرش هست، به انظرم که هنوز تا ATHش فاصله زیادی داره که امروز با هم ATH رو خواهیم دید. در خصوص این مقاله هم که قبلا فکر میکنم لینک رو گذاشتم، جناب آقای شفیعی اگه این لینک ها رو میذارید بله دارم میذارم شونو که من هم در جریان قرار بگیرم. ممنون و متشکرم. روش تحلیل محتوا از کمیگرایی به داستان کلیسا بود و این مقاله هم که اینجا تهیه شده همونطور که مشاهده می‌فرمایید اطلاعات خوبی رو توش داره. پیشنهاد می‌کنم یه بار روزنامه بخونش، این 25-6 صفحه است، جذابیت داره از باب اینکه خروجی این مقاله به شما در درک بهتر از این شاخص فرانک گرید ایندکس ها، بحث‌های بیت کوین سنتیمنت ها، بحث‌های بولیش بودن و بولیش و بیریش بودن بازار بهتون کمک شایانی میکنه. خب بحث ATH پیش اومد، یه ذره جلوتر بریم، من در خصوص ATH با شما کلی کار دارم. اگه تا اینجا سوالی هست بفرمایید. استاد اول زرد یعنی